به نام خالق هنر، به نام خالق موسیقی. دوستان عزیز سلام، به برنامه مصر ساز خیلی خوش اومدید. من میلاد ملک به اتفاق همکاران عزیزم یک بار دیگه مهمون خونه هاتون هستیم تا حال خوبمون رو با هم به اشتراک بذاریم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. چرا موسیقی؟ این سوالو بارها از من پرسیدن. چرا موسیقی به عنوان هنر اصلی انتخاب کردی؟ جواب بنده اینه. موسیقی تنها هنریه که بی‌ریاست. با موسیقی آدمی میتونه خودش باشه. به قول استاد ابتهاج، افسوسم اینه که ای کاش به جای شعر اتفاقی میافتاد که به سمت موسیقی میرفتم. موسیقی احتیاج به ترجمه نداره. این بار میخوام دعوت کنم از یک هنرمند خاص، یک نوازنده با احساس ویولون. به 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 به، خیلی خوش اومدی، خیلی کیف کردم، ممنونم که تشریف آوردی. سلامی هست با بینندگان، بفرما تا بریم سراغ یه گفتگوی خفن. حتما سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که ما رو دارن میبینن از قاب ایرسا موزیک و خدمت شما و همه عوامل برنامه. بله، البته این برنامه اسمش مستر ساز هست، از سری برنامه های ایرسا موزیک که با همکاری مجموعه تنین و مؤسسه ایرسا در واقع در حال تولید هستش. خب سهراب چه خبر؟ شکر خدا سلامتی. من یه چند تا مسئله دارم، همیشه یه سوالات کلیشه‌ای میپرسم، بعد دیگه کم کم میریم سراغ جاهای باحالش که حالا یه خوره چالشیش میکنیم، یه خوره نوازندگی میکنیم، بینندگان کیف کنم. چرا ویالون؟ خب به نظر من یه چیز کاملا سلیقه‌ایه میلا جان. هر کسی نسبت به اون احساساتی که درونش هست توی حالا هر مقطعی که زندگی میکنه یه سری احساسات داره، اینو باید تطبیق بده به اون علاقهش. و به نظر من توی موسیقی که یه چیز کاملا سلیقه‌ای هست، برای من این علاقه به سمت ویولون رفت. این گرایش به سمت ویولون رفت و ویولون رو شروع کردم. خیلی خوبه که میشناسی. حالا من اصلا بیا امشب گفتگومونو یه طوری انجام بدیم، خودم و خودت داریم با هم حرف میزنیم. آره. اصلا در قاب من خیلی اطلاعات اصلا ندارم، واقعا الان میخوام هم به چالش بکشونم هم میخوام یه خورده صحبت کنیم، من یه سری اطلاعات ازت بگیرم. دوست دارم بدونم که چی شد به موسیقی رو آوردی. من فکر میکنم سال 86 بود که خیلی جدی این جرقه توی ذهنم خورد که حتما برم و یه ساز رو اجرا کنم. از بچگی همه میگن ما از بچگی عاشق موسیقی بودیم و میخوندیم و اینها. خب این در مورد منم صدق میکنه. من فیلم های بچگیم هست که کوک میخوندم. مستنده دارم. سه سالم بوده من رو گام میخوندم. آفرین. ولی خب به طور جدی هیچ وقت دنبالش نرفتم تو اون سنین تا سال 86 که
تصمیم گرفتم یه ساز رو اجرا کنم تا اینکه شنونده باشم. به خاطر همین دیگه رفتم سراغ ویولون و از اون موقع تا الان فکر کنم الان دلیل اصلی که اینجا هستی و دوست داشتم توی برنامه شرکت کنی الان کاملا هم واسه خودت هم بینندگان عزیز کاملا روشن. به نظر من اصلا بحث خوانندگی که من ترجیح میدم خیلی وارد نشم الان در مورد این موضوع صحبت کنیم، همین سازه یه چیز دیگه است، مخصوصا سازی که از تنه چوب باشه. این سازی که از تنه چوب اصلا یه حال و هوای دیگه بهت میده، یک ارتباط انسانی طبیعی طبیعت بسیار زیبایی داره. من یه مسئله هم همیشه بیان میکنم، دوست دارم این دفعه از زبان تو بشنوم. در قالب یک هنرمند یک سری مشکلاتی همیشه هست برای نوازنده های حالا ویولون داخل بخش خودت، من دوست دارم صحبت کنیم. دوست دارم اون دغدغه ها، اون دغدغه هایی که از لحاظ حرفه ای، چون حالا بعد در مورد روزنامه هم با هم صحبت میکنیم کجا فعالیت کردی، من که خبر دارم کاملا، دوست دارم یه بار دیگه بگیم با هم بشنویم. دوست دارم این مسئله رو به من بگی، دغدغه های اصلی شما نوازنده های سازهای زهی، چه برای خرید چه برای در واقع داشتن هنرجوهای مختلف، از همه بادیه من دارم اینو بررسی میکنم. دوست دارم خیلی کوتاه به ما بگی و اینکه راهکاری پیشنهادی داریم بگی از این تیربون، از این قاب شاید مسیر خوبی باز بشه برای اصلاح این موضوع. ببینید خب این یه موضوع خیلی کلیه که بخوام در موردش صحبت کنم و شاید چندین ساعت زمان ببره، اما به نظر من اگه شرایط و اون دوستانی که توی رأس کار هستن شرایط رو یه جوری مهیا کنن که یادگیری این ساز و حالا سازهای دیگه و کلن یادگیری موسیقی خیلی راحت تر بشه برای بچه ها از بابت هزینه ها، از بابت اجراهای صحنه‌ای و تمام این مسائل، به نظرم خیلی میتونه بازخورد خوبی داشته باشه. اما خب این مسئله خیلی 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 گسترده است، ولی به نظر من الان با توجه به شرایط فعلی و حالا شرایط خانواده هایی که من میبینم، هنرجوهایی که هستن، همین شرایط هزینه ها و خریدن ساز، قیمت های بالا، اینا یه مقدار بچه ها رو داره اذیت. ولی قبول داری که موسیقی رو به جلوه، یعنی تو این چند ساله خیلی خیلی هنرجو اضافه شده و یه طوری من احساس میکنم همه چی داره به سمت مثبت برای موسیقی میره. حالا ما که من خودم شخصا، شما قطعا یک دریا هستی، ولی من خودم شخصا به عنوان یک قطره از این اقیانوس بزرگ، یک قطره خیلی کوچیک، چیزی که دارم میبینم خیلی خوشاینده. امیدوارم همینطور پیش بره و موفقیت آمیزتر باشه.
یکم فضا رو جدی کردیم، برگردیم به این حالتی. من یه قراری دارم با همه مهمانای عزیز، حالا ما یه سری هدایای در نظر گرفتیم که پایان برنامه تقدیمتون میکنیم، ولی در خصوص این که همیشه حالا هدیه میدن ولی ما اینجا میاریم هدیه میگیریم، حالا اون دوست دارم که یک قطعه مهمان برنامه کنی اگر دوست داشته باشی، اگر قابل بدونی، و اینکه یک قطعه رو آره من با اجازه آیه صدا بردار میکروفون رو بکاریم، یک قطعه برای ما بزنی، دوست دارم که در حضورت باشم و این قطعه رو قشنگ بشنوم. خواهش میکنم. آره. حتما با کمال میکنم. با اجازه آیه صدا بردار، آیه کارگردان، آیه تهیه کننده، آیه نورپرداز، من این میکروفون رو با اجازهتون بکارم. میلا جان، یکی از آهنگای قدیمی موسیقی شرق از امپراتور و ابراهیم تاتلیس میخواستم تقدیم کنم به شما و همه دوستانی که الان ما رو دارن میبینن. افتخارشون عالی عالی عالی. زندگی به حقیقت ظلمت است مگر شور و شوق در میان باشد. شور و عشق کور و بی هدف است مگر دانش در میان باشد. دانش پوچ و بی حاصل است مگر کار در میان باشد. کار تهی و بی جان است مگر عشق در میان باشد. و هنگامی که با عشق کار میکنی خود را با خود، با خلق و با خدا پیوند میدهی. دو سال پیش به عشق لذت همنشینی با فرهنگ حیات خود را آغاز کردیم. اولین شرر از شیدایی روح و جان گرفت و شعله های دیگر به همدلی دیگر شعله ها در تنین شهر نقش و شهر هنر نمایان شد. باورمان کنید پاس داشتن این شعله ها کار ساده نبوده است. امروز ایرسا این کودک مشتاق دو ساله شده است. در رویای خلق دنیای جدید هستیم تا برای شما عاشقان هنر طرحی نو در اندازیم. دیدنی های شما را دیدنی تر و شنیدنی های شما را شنیدنی تر کنیم و فرصتی باشد برای هر آنچه گمان می کنید نیاز دارید. آرمان ما دلنشینی دنیای شما. شیرین از کجا میاد؟ از موسیقی شرق میاد و من واقعا خودم شیفته و عاشق این مدل موسیقی و این لحن موسیقی ترک و عرب هستم. این که به جای خودش
پنجایی تو از کجا میاد؟ عزیزم مرسی، ممنون، لطف داری میلاد جون، متشکرم، مرسی، شما زیبا میشنوید. قربونت برم. حالا بذار چالشش کنم. میدونم الان اینطور گذاشته میخوای سازت بذار سر جاش. باز قراره بزنی؟ آره وایس. من یه چیزی این استاد دیدم توی یکی از پستات، خیلی جالب بود برام. یه صداهای خاصی با ساز در می آوردی؟ راز بقا رو حتما میگی. آره دقیقاً، دقیقاً. بعد من حالا یه چند تاشو گفتم بذارم کنار، یواشکی اینجا نوشتم گفتم حالا شانس ما هم پاک شده. یه کوچولو نوشتم گفتم بذار بعد بگم به چالش بکشونم. میگم این صدای کامیون رو برای ما در بیار. کامیون باستاد. آره. کامیون که داره میاد بعد دور میشه دیگه. آره آره آره. یه بار دیگه، یه بار دیگه. آفرین. مرغ دریایی. باز اینا هم میان و میرن. اوکی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب، اینجا مشخص نیست. فیل. فیل. این دستشون کلن با هم هست. همه با هم. یور یور خیلی باحال بود. مرسی. یکی دیگه هم به انتخاب خودت. خب صدای آمبولانسی که میاد و بعد دور میشه. خب خیلی خوب، خیلی خوب. آفر آفر همشون میگه نمیسی دیگه ولت میکنم نیزه سازی که راحت تموم بشه. یک دو سه چهار. برادر هنرمند، یکم از رزومت من خیلی در جریان هستم چون راجبه تحقیق کردم و جدا از دوستیمون دوست دارم به بینندگان عزیز یه مقدار در مورد رزومه کاریت هم بگی، بیشترم با تو آشنا بشن، در مورد فعالیتایی که تو این چند ساله داشتی و همچنین چه برنامه‌ای برای آینده داری. اگر لو ندادی الان لو بده. حتما. عرض به خدمتتون، الان حدود 4 ساله که توی مارکت هستم. حالا ممکنه برای یه سری از دوستان صاحبش مارکت کجاست، جایی که همه خواننده های برند اونجا هستن. و من به عنوان نوازنده ویولون فعلا البته مشغول نوازندگی هستم. البته امیدوارم این شرایط کرونا زودتر تموم بشه و بتونیم که دوباره کنسرت ها رو داشته باشیم، حضور مردم رو داشته باشیم. ما آسیب پذیر بود تو این قضیه، اصلا وحشتناک. دقیقا. یعنی الان البته ایده هم داد به امثال من، گفتم تو این فرصت میتونیم کنار همدیگه به نوعهای دیگه باشیم. ترس رو که گذاشتیم کنار، گفتیم حالا یک مقدار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونیم یک برنامه بسازیم که هنرمندا رو جمع کنیم دور هم دیگه باشیم و الانم خدمت شما هستیم. خواهش میکنم عزیز. ببخشید ما حرفتو قطع کردیم چون واقعا یه لحظه حرف دلمو زدید. آره واقعا تنها قشری که به نظرم بیشترین آسیب رو از کرونا دید قشر هنرمندا بودن، حالا موزیسین ها، بازیگرا و کل افرادی که توی این صنف داشتن کار میکردن. 4 ساله توی مارکت هستم، با چند تا از خواننده ها کار کردم مثل رضا صادقی، عمو رضای خودمون. اگه ما رو میبینن از همینجا بهشون سلام میکنم. منم همینطور. خیلی ممنون. و
بعد از آقای صادقی هم با گروه ایوان بودم، بحبه. ایوان بند گروه حرفه‌ای و بعدش هم با سینا درخشنده عزیزم همشهری خودم شیرازی هم درسته؟ آره سینا شیرازی هست صداش من خودم خیلی دوست دارم، خیلی مستعد و توانا هست. الانم با سینا هستم فعلا و حالا برنامه های آینده رو خدا داند. منم نمیدونم. آره شما هم نمیدونی، ما هم باور میکنیم. عیب نداره. من خیلی با این گفتگو کیف کردم عزیزم. خیلی در حدی که اون لحظه ای که شما اومدی میکروفون رو دوستان خواستم بکارم، من رفتم سازم براشون گذاشتم اینجا، گفتم حالا یه همنوازی هم در پایان با هم دیگه داشته باشیم. من حتما یه قطعه مد نظرم هست در موردش هم باهات صحبت میکنم، قطعه بمون محسن یگانه. یه بکین ترکی که از دوستای عزیزم آیه بهزاد سلیمی که همینجا سلام میکنم خدمتشون آماده کردم، میخواستم روی اون با اندازه یک دقیقه با هم دیگه یک قطعه با حالی بزنیم که در واقع یه خاطره قشنگی بشه واسه خودم و خودت و بینندگان عزیز و دوستانی که مستر ساز دنبال میکنن. بعد از یه خدافظی بریم برای تیتراژ پایانی. اگر صحبتی، حرفی، حدیثی، نکته‌ای هست با این دوربین بفرمایید. حتما. فقط میتونم بگم که اون دوستانی که علاقه دارن واقعا به موسیقی، علاقهشون رو جدی بگیرن. خانواده هایی که میبینن یه بچه کوچیک دارن که نسبت به موسیقی داره یه واکنش های خوبی نشون میده نسبت به شنیدن صدای یه ساز، حتما علاقهش رو دنبال کنن و فرزندشون رو حالا کلاس موسیقی ثبت نام کنن و پیگیرش باشن که به سن من که رسید یه موزیسین خوب شده باشه. آفرین. خیلی عالی. مثل من دیر شروع نکنم. خیلی عالی. نکته کلیدی بود. منم به نوبه خودم از طرف مجموعه تنین مؤسسه ایرسا از شما دوستان عزیز خدافظی میکنم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. لطفاً نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به ما منتقل کنید. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار. مستر ساز.